خب پونه جون، با اینکه دستت خالیه ولی دست و دل بازی، یعنی همهش میخوای ولخرجی کنی. یه دوراهی برات میبینم. دوراهی؟ آره اونجوری ببین. پول چی؟ پول میبینی؟ پول؟ پول میخوای چیکار؟ میخوام ماشین بخرم. ماشینا؟ دلم خواد پوز همه رو بزنم، مخصوصا این فورانو. نمیدونی چه کلاسی برای من میذاره. اینا هاش موش آتیش زدن. بله باز کلاس بودی فاز برداشتی؟ زود بگو مهمون دارم. باشه الان میام. بچه ها ببخشید الان برم کردم. اون یکی قرصم گمونم رو میز بود. باشه شما برو، اگه پیداش نکردی میام پیداش میکنم برم. پس کوشی نکنه پشت این وانته داری خربوزه جمع میکنی. اه یه لحظه فکر کردم تو این ماشین مشکی. این دفعه رو درست فکر کردی عزیزم. That's right. مال کیه؟ مال کی باید باشه عزیزم؟ That's mine. سلام نظر تو رو خدا بگو مالکیه. ارسلان برای روز تولدم سورپرایزم کرد. یعنی اینو ارسلان برات خریده؟ عزیزم چشماتو بمالی میفهمی که خواب نیستی. It's real. 0 تا 100ش 11 ثانیه است. سیستم تهویه کامل هوا، سیستم پخش کامل. چه عالی. الان تهران 2 ساعت دیگه با 160 کیلومتر شمال دریا. الان اینجا لتر شیراز. خوش به حالت. اصلا باورم نمیشه ارسلان برات این خریده باشه. این دو تا داداش چقدر با هم فرق دارن، برعکس اردلان هیچی نداره، این حابیل و قابیل میمونن. مبارکت باشه عزیزم. دیگه گذشت اون زمان که بخوام با کیف و کفش و علنگو اینجور چیزا سرمون رو شیره بمالن. دمش گرم. هرکی گفته نیو کار نیو لایف. جانم کی میای خونه؟ قرار شد بیام به همگه بریم یه جا رو ببینیم واسه آرشگاه دیگه. زود بیا دیگه. چیزی شده؟ کارت دارم. خانم خونه؟ سلام مادر. سلام پسرم، خسته نباشی. قربان شما. سلام علیکم. سلام. چی شده؟ ارسلان برای پوری ماشین خریده. ماشین خریده؟ ارسلان خلوچه رفته ماشین خریده. بابا اون گورش کجا بود که کفن داشته باشه؟ الان 3 ماه 200,000 تومان به من بدهکار، هی امروز و فردا میکنه بعد رفته ماشین خریده. من که باور نمیکنم. سر کارتون گذاشته. بیرون نگاه کن ماشینو میبینی، ماشین مشکیه. آره عجب خریا. این چه کاری رفته کرده؟ اصلا مگه من تو قرار نبود با هم دیگه بریم یه جایی رو ببینیم؟ آه واسه آرشگاه. خب پاش بریم دیگه. اگه نمیریم من لباسامو عوض کنم. چرا میرم؟ خونه جون خیر باشه. ایشالله کجا؟ یه جا برای آرشگاه به این پیشنهاد دادن، بریم میریم ببینیم.
میرسونمت. نه ممنون، خیلی دوره، به زحمت میافتی. ابرقو هم که باشه میرسونمت. بیاین بالا. تعارف نمیکنم، اتفاقا از ابرقو هم دورتره. چه اشکال داره؟ حالا چهارتایی با یه ماشین بیرون نرفتی. بیاین تعارف نکنی. زندگی بدون ماشین مفت گرونه والا. خب ماشین داشتن بد نیست، اما به شرط اینکه با درآمد آدم تناسب داشته باشه، با وضع زندگیش جور باشه، و الا توی هچلی میفته که باز مجبوره بشینه تو خونه و خون و دل بخوره. ولی اگه با فقر بی پولی بسازه جیکش هم در نهایت همه آرزوهاشو با خودش ببره تو گور میشه آدم حسابی. نه برادر من، تو بازم اشتباه فهمیدی منظور من. آدم بره پول در بیاره، تواناییشو داشته باشه، خرج کنه، خونه بخره، ماشین بخره، سفر خارجی بره، نازش هستش که بعدش میاد. اما حرف من یک چیز دیگه است. من میگم که با درآمد کم ریخت و پاش آنچنانی تهشا میرسه به زندان، یا باید بری کار خلاف بکنی. تموم شد راه. وقت به خاطر خریدن این ماشین اونم دست دوم داری منو وضع میکنی. من از زندان میترسونی؟ صلوات بفرستین. اومدیم خوش باشیم. دعوا نکنی. عزیزم این بحث منافاتی با خوشیمون نداره. داریم صحبت میکنیم. آخرش معلوم میشه حق با کیه، کی ناحق میگه. باشه عزیزم، حق با شماست. ولش کن بیخیال. اصلا حق با شما. کم آوردی جا زدی؟ ببین هر طور دوست داری فکر کن. بس که تو این بنگاه‌ها تنت خورده به تنه زمین خارا و کلاهبردارا، هوایی شدی. شما که تو اون اداره به کمالات رسیدی آقای با کمالات، بگو اینا ماهیانه 1 میلیونی که از این اداره میگیری اگه همشو جمع کنی یک قرونش هم خرج نکنی، تا آخر عمرت میتونی یه خونه 60 70 متری بخری؟ میتونی یه مغازه دو در دو تو بازار بخری؟ والله به خدا اگه بتونی. اون وقت با کمال سادگی اینا عدالت میدونی. نه، مثل اینکه تو کلا فکرت مسموم شده. خدا به دادت برسه. چی میخوای بشی تو آخرش؟ من هیچی نمیشم. وایسرا ببینم تو چی میشی. بس کن تو رو خدا. تیک تیزی. اینجاست. به نظر من اصلا پیاده هم نشو. بریم. چته دخترم؟ هیچی، حوصله ندارم. حق داری، تو خونه که ونگ ونگ یه بچه توش نباشه خونه نیست که. تو هم اگه مثل پوران سرت به یه بچه گرم بود، فکر رو یعنی که تو سرت نمیفتد. اردلان نمیتونه یه زندگی ساده رو اداره کنه. حالا پس فردا بچه هم یاد دیگه هیچی. هر آن کس که دندان دهد نان دهد. بچه به خودش برکت میاره، روزی میاره، عشق میاره. زندگیات تغییر بهتر میشه. حوصله کن عزیزم. تو هم ماشین میخوای؟ نه ماشین؟ نه. آره، منم ماشین میخوام. خب اینو که چند بار گفتی منم گفتم چشم. خب، سه سال داری قولشو بید، پس که؟ توی اولین فرصت. بالاخره این اولین فرصت که میرسه؟ نمیدونم. نمیدونی یا نمیخوای؟ خب پسرم، پراید دست دوم براش بگیر. زن جوون آرزو داره. من ماشین خارجی میخوام. میگن یه دیوونه که یه سنگو میندازه توی چه صد تا عقلم نمیتونن درش بیارن همینه. این ارسلان خلاچه رفته یه غلطی کرده به بیمار چجوری انداخته تو هچلا. خب تو شوخیت گرفته؟ من از کجا برم واسه تو ماشین بخرم؟ یه چیزی بگو که بگنجه. ارسلان چطوری تونسته؟ هر دوتون یکیه دیگه. داخل مادرم من، شما دیگه چرا؟ بابا با این تورم و گرونی که همه هشتشون گروه نوعیشونه، این خانم تو این هیروویر حوث ماشینش کرده. تو اصلا فرض کن من همین الان میخوام برم واسه ماشین بخرم، کو پولش؟ بابا یه چیزی بگو که بگنجه، انقدر نره رو اعصاب من. من تصمیم خودم گرفتم، من دیگه نمیتونم با این وضع ادامه بدم. اه؟ بله. بعد اون وقت فکر نمیکنی واسه این تصمیم عاقلانه یکم دیر شده؟ این فکر رو باید قبل از ازدواج میکردی. اتفاقا فکرش کرده بودم، فقط اشتباه عذاب در اومد. حالا میخوام جبران کنم. بهتر بود خودت به ولی وعده قبل ازدواجت فکر میکردی و زیرش نمیزدی و عمل میکردی. کی بود میگفت هرچی بخوای برات فراهم میکنم، نمیزدم هیچ آرزویی تو دلت بمونه. حالا که خرید از پل گذشت، خوب حسابم گذاشت کف دستم.
من الان دارم واضح حرفم میزنم. اگه این زندگی برای تو خوبه، برای من عذابه. اه بابا خجالت بکشین. ببین سری یه تیک آهنپاره چه چیزایی داریم به هم میگینا. داخل مادر من، ایشون حیازن اینجا نشسته، ببین چی داره میگه. این بچه ها شده، من یه دونه دوچرخم نمیتونم بخرم، بعد برم واسه ماشین بخرم. حرفاتو واضح زدی پس واضح هم گوش کن. من نمیتونم هیچ کار واسه تو بکنم، هیچی هم نمیتونم واسه تو بخرم. حالا هر کاری که به نفعته برو همون کارو انجام بده. شک نکن همین کارو میکنم. تو 3 سال هیچ کاری نکردی، الان دارم بهتون میگم این زندگی از نظر من تمومه. به خدا اگه یک کلمه دیگه هر کدومتون حرف بزنین یه بلای سر خودم میارم. آ شیدا جان، قضات کو امروز از کول دیر کردن یادم رفت یارم. هر دلان جان آقای عزیزی، با اجازهتون ما داریم میریم نهار. افتخار بدین مهمون منین، تعارفم نمی کنم. شما لطف داری آقای شیروانی، ولی کلن امروز اصلا اشتها ندارم. در صورت ما در خدمتتون هستیم. شیدا جان پاشید دقیقه بینجا. خدا تعارف نمی کنم، سیر سیرم. آقا پاشو بیر رئیستیم، پاشو بیم نیم. خیلی خ... کتلته البته به دست پخت همسر شما نمیرسه، ظاهر و باطن. با احتیاط این حرفا چیه؟ بفرم. بسم الله. این شیروانیه نه زن داره نه بچه، مجرده. صبح و شب هم داره کار میکنه، سلطان بی تاج و تخته. هر روز میره رستوران. خب معلومه منم جای موندم هر روز میرفتم رستوران. میگم این روزا که اداره است، شبا هم که میره کار میکنه، واسه کی میخوابه؟ همین خفاش با این خفاشی صبح رو میخوابه. هم صبح میشاره کنه هم شب میشاره کنه. مونده تو رو نوش جان بفهم. چیه؟ باش که تو قیافه دمنگی با زن دعوت شده؟ نه بابا نه، دعوت چیه؟ ببین من داداش بزرگتر تو، بالاخره ده تا پیلان حتی بیشتر پاره کردن یا نه؟ بگو درد چیه به من بگو. از خدا که پنهونیست، از شما چه پنهونیم؟ برادر ما رفته واسه زنش یه مگان خریده، زن ما هم پاشو کرده توی کفش که الا و بلا باید بریم یه جایی بالاتر واسه من خونه بخریم. خب ملک میره هر روز بالا بخر اگه وضعت خوبه براش. عزیزی جان تو که دیگه از اوضای من باخبری، بعضم که خوب نیست بماند خیت خیت هم هست. من یه وامی برای تو آماده کردم ولی اونقدر نیست. آقا این وامو که گوشتم واسه عمل پورتز پای مادرم. آقا تو یه کار کن. چه کار کن؟ خالی ببند. نه نگو تو زر خالی ببند تو زندگی، ایرادی نداره که، خالی ببند زندگی کن. سلام علیکم. سلام، حال شما خوبه؟ مرسی، بفرمید. خونه است؟ بله خونه است. خواهش میکنم بفرمید. سلام. سلام داداش چطوری؟ بشین. یا خدای من خوبی؟ سلام عمو. یا ببینم عمو یواش بابا. یا عمو خفه شدم خفه شدم خفه شدم. عمو رو اذیت نکن بابا، بیا اینجا بیا اینجا بیا اینجا بیا اینجا بیا اینجا بابا بابا زوری داری ماشاءالله. بزرگ شده دیگه، بچه ها بزرگ میشن ما هم پیر میشه. چه خبر؟ خوب شد اومدی داداش، یکم با تون حرف زد. البته پوران هم گفتم، گفتم باید برم از دل اردلان در بیارم، یکم خودم به هم ریختم تو این روزا، ولی خداییش به جون پوران همش درد دل برادرانه بود، هیچ قصد و غرضی هم توش نبود. در صورت منو ببخش، من معذرت میخوام. ببین برادر من، من از تو ناراحت نیستم، از حرفات هم ناراحت نیستم، چون دیگه زده ضربه شدم به حرفات، ولی از ماشین خریدن بی مورد چرا خیلی داغونم. خیلی. ای بابا باز برگشتیم سر جای اولمون، همون آش همون کاسه. آخه برادر من فرض کن ما اصلا داداش نیستیم، همسایه. داخه همسایه نادون. همین ماشین خریدن بی وقت تو باعث شد که زن من قهر کنه. دست شما درد نکنه. دست درد نکنه. زن من قهر کنه بره خونه مادرش. حالا مادر خودمون رو کی جمع کنه؟ حداقل شماها تا برگشتن پونه یه زحمتی بکشین بیان یه کمکی به من بکنی. آخه من که نمیتونم مادر جمع بکنم. آقا اردلان اگه پونه برنگشتی اون وقت باید چیکار کرد؟ من همین بچه داری برای خودم کافیه، مادر داری دیگه پیشکشتون. خودتون هم میدونید مادرتون ما هم میونه خوبی نداره.
از اولش هم با ازدواج من و ارسلان مخالف بود. از همون موقع کینه کرده. منم اگه بخوام اون نمیخواد. چه بگم حالا؟ زنمو کجا رفته؟ چونه من برگ داداش. پول این ماشین ها کجا آوردی؟ نمیتونم بگم. یعنی الان نمیتونم بگم. خلاف کردی؟ ها؟ اینی که میتونی بگی؟ آره یا نه؟ آره. آره یعنی این که میتونم بگم. مردونه نه. البته فرقی هم نمیکنه دیگه. تو تمام تلاشتو داری میکنی که زندگی ما رو بدی به باد. حالا بگو ببینم این پونه حرف حسابش چی اصلا؟ نمیدونم والا. یه ساعت باهاش صحبت کردم که از خر شیطون بیاد پایین، اما بازم توی همون رستورانی که قبل از ازدواج باهاش قرار میذاشتم با هم قرار گذاشتم. آخه اونجا چرا؟ میگه میخوام باهات صحبت کنم اما نه جلو خانوادت. سلام. چقدر زود میگذره نه؟ انگار همین دیروز بود اومدیم اینجا نشستیم با هم حرف زدیم، از خودمون گفتیم، از خانواده هامون گفتیم، از محدودیت هامون گفتیم، بعد هم تصمیم گرفتیم با هم ازدواج کنیم. یادش بخیر 3 سال گذشت. میبینی اینجا هیچی تغییر نکرده، میز و صندلی ها همونه، در و دیوار همونه، ولی تنها چیزی که تغییر کرده فقط من و تو. خب تغییر لازمه، اگه تغییر نباشه زندگی خسته کننده و یک نواخت میشه. آره خب پیشنهادت چیه؟ اگه روز اولی که اینجا اومدیم و نشستیم و حرف زدیم یادت نرفته باشه، من تو برای زندگی خوب و مرفه با هم شروع کردیم. من به خاطر تو از همه چی میگذشتم، اما تو چی؟ تو به خاطر من چی کار کردی؟ خب آخه چی کار باید میکردم که نکردم؟ من که همه تلاشم رو کردم، کوتاهی کردم. آخه وضعیت اقتصادی رو که داری میبینی، این مشکل من که نیست، مشکل همه است. آره تو همین اوضاع بد خیلی ها به پول و ثروت رسیدن، اما تلاش کردن. آره اونا به پول و ثروت رسیدن، ولی چجوری رسیدن؟ با دزدی کردن، با مال مردم خوردن، با حق و این برونور کردن. بابا اونا که پولدار شدن از صد جا دارن حمایت میشن. من با حقوق کارمندی دارم زندگی میکنم، زندگی میموده 30 سال اینجوری بزرگ شدم، پدرم هم کارمند بوده، خودم هم کارمند بودم، من کسی رو دارم حمایتم کنه؟ من اینطوری فکر نمیکنم. اینا همش بهونه است تا از زیر بار مسئولیت شونه خالی کنی، تا ضعف و ناتوانی تو پشتش پنهون کنی. من ضعیفم؟ آره تو راست میگی، اصلا من ضعیفم، اصلا من بی‌لیاقتم. خب اینا رو تو درست میگی، ولی تو باید هی بکوبی تو سر من. باز شروع شد. تو من یه چیزی میگم فوری قاطی میکنی. من دارم قاطی میکنم؟ من دارم حرف میزنم با تو. ببین اردلان، من و تو به هم دیگه علاقه مندیم، هم دیگه رو دوست داریم. من و تو برای یه هدف مشترک با هم دیگه شروع کردیم، درسته؟ درست. خب موفق نبودیم، من میگم بیا از این به بعد هر کاری که میکنیم برای این باشه که به یه هدف مشترک برسیم، نفع هر دوتامون توش باشه. قبوله؟ خب آره دیگه، منم دارم همینو میگم، قبوله. اگه حرفت حرفه، از این بعد هر کاری که میکنیم باید برای این باشه که منافع جفتمون رو در نظر بگیریم. خب این خیلی خوبه. خب حرف حق داری میزنی دیگه. خب این که خیلی خوبه، من چشمش هر چی تو بگی، منم دارم همینو میگم. خب باید هم دیگه رو باید درک کنیم، باید بفهم. جدی باش، جدی دارم میگم. بابا خدا دارم منم جدی میگم. بابا حرف حساب که دیگه جواب نداره، داری درست میگی، میگی باید هم دیگه درک کنیم. خب بابا حرف منم همینه، تو این 3 سالم به خدا من دارم همینو میگم جان. ما دیگه نمیتونیم با هم زندگی کنیم. نمیتونیم با هم زندگی کنیم؟ چون به جای اینکه همراه هم باشیم مانع همین. پس این همه سفسطه بافی و مقدمه چینی واسه این بود که اینو بگی؟ برای خوشبختی عشق لازمه، ولی واقعا کافی نیست. اون وقت اگه زورم میرسید و واسه ماشین میخریدم هم لازم بود هم کافی؟
نه بحث ماشین نیست. چرا اتفاقا بحث تو ماشینه؟ تو ماشین میخوای؟ نه من نمیتونم دیگه تو خونه تو با حقوق کارمندی زندگی کنم. من نمیتونم بشم پرستار مادرت. تو قرار نبود که پرستار مادر من باشی. مادر من الان مریضه، باید پروتز پا براش بذارم. اصلا هر جو که راحتی، هر جو که دلت میخواد بکن، من دیگه نمیتونم. اتفاقا من خوب میفهمم که تو داری چی میگی. این عشق و علاقه و اینا همش کشکه. تو از اول نمیخواستی با من باشی. تو اصلا خوشبختی رو با من نمیدیدی. فکر کردی من احمقم؟ فکر کردی من نمیفهمم؟ فکر کردی وقتی که من میام تو خونه، خونه شلوغه، خونه به هم ریخته است، نمیفهمم؟ اصلا تو چرا نمیخواستی ما بچه دار بشیم؟ وقتی من میام تو خونه، تو داری پچ 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 با دوستات حرف میزنی، تو خونه من شلوغه، تو اینو نمیخوای. من اینو میفهمم، تو نمیخوای که با من زندگی کنی. ببین اتفاقا منم آدمی نیستم که وبال باشم و چیزی رو بخوام به تو تحمیل کنم. منم نمیخواد چیزی رو به تو تحمیل کنم. پیشنهادت چیه؟ من طلاق میخوام. طلاق میخوای؟ تو از من طلاق میخوای؟ آره طلاقت میدم. آره طلاقت میدم. کی؟ هر وقت تو بگی. همش تقصیر توه. من که از اول با این وسط مخالف بودم. میدونستم این دختر داره خودش رو حروم میکنه. متو هیچ کس به حرف من گوش نکرد. ولی حالام دیر نشده. ضرر رو از هر جا جلوشو بگیری منفعته. خوشبختانه بچه دار که نشدن. خوشبرو هم هست. خانم چرا عین ورور جادو هی داری حرف میزنی؟ تو بجا که مشکل اینا رو حل کنی، داری نمک رو زخمشو میباچی؟ مامان چی دارید میگید؟ به نظر من مشکل پونه و اردلان اصلا مشکلی نیست. شما دارید زیادی جدیش میگیرید. حق داری دیگه. تو یه زندگی خوب داری، یه پات ایرانه یه پات اروپا. خوش زده زیر دلت. خواهر من اتفاق خوش زده تو رو زده. همه چی زندگی که پول نیست، مهم صفا و صمیمیته که خوشبختانه تو داری ولی قدرش رو نمیدونی. اگه میخوای عاقلانه فکر کنی میبینی کار درست تو کردی و کار اشتباه من. ولی حالا فکر میکنی برنده منم و بازنده تو. به خدا من که سر در نمیارم دخترم. من نمیدونم چی آقه به تو بگم. این شوهرت پاکه، نجیبه، انسانه. آخه تو چی میخوای؟ تو باید این شوهرت رو بذاری رو سرت حلوا حلوا بکنی. اون وقت ببینم فیلت حواس هندوستان کرده. آره سلام. اگه هنوز پای حرفت هستی یه تاریخ مشخص کنیم بیا تکلیفمون رو روشن کنیم. ببین ما باید در مورد این موضوع بیشتر با هم صحبت کنیم. خدا مسئله کوچیکی نیست که تو اینقدر داری زود در موردش تصمیم میگیری. باشه حرف بزنیم. کجا بیام؟ به نظر من بیا جلو خونه بودم. آره بهتر اصلا شب بیا اونجا. باشه پس من شب میام خونه. خداحافظ. خداحافظ. چی رو میخوای ثابت کنی؟ مادر جون، پوران جون، آقا ارسلان، من طلاق میخوام. اردلان راضی نیست. مقصر منم. حالا حله؟ چی رو حله؟ شما ها چتون شده؟ چی میگی پونه جون با هم خوب بودین که؟ دیوونه شدی؟ نه عزیزم تازه من عاقل شدم. زشته به خدا. حداقل بگین چی شده؟ تو رو خدا حرف از جدایی طلاق نزنید. ازدواج ما از اول اشتباه بود. ما دنیاهامون با هم فرق میکنه. احترام همو داریم ولی حرف همونو نمیفهمیم. اردلان هم با من موافقه. ما حرفامونو زدیم، صحبتامونو کردیم، به نتیجه رسیدیم. مگه نه؟ نه خیر، من اصلا موافق نیستم. من این زندگی رو دوست دارم. دوست داری؟ بله دوست دارم. ولی من ندارم. اینقدر تو نرو دخترم. یه شبه به این نتیجه رسیدی؟ نه مادر جون، من 3 ساله دارم تو این زندگی زجر میکشم، هیچی نمیگم. ولی من با طلاق مخالفم. تو یه اشتباهی کردی دلیل نمیشه که من هم همون اشتباه رو تکرار کنم. زدی زیر حرفت؟ اینطوری نبودی. الان هم نیستم ولی خب ناچارم. تو ماشین میخوای، خب برات میخرم. هر کار دیگه هم که بخوای برات میکنم. اما طلاقت نمیدم.
آره بذارم، اگه میتونی براش بخر شر رو بخوام. همین کارو میخوام بکنم مادر. چشم. چطوری؟ من اینه میگفتی پول یه دوچرخه هم نداری؟ جورش میکنم. آخه یه حرفی بزن که بتونی انجامش بدی داداش. چرا قول علکی میدی؟ من اگه حرفی میزنم پشوایی میزنم. بله انجامش میدی، ولی به عاقبتش فکر کردی؟ برای بنده باعث افتخاره که در خدمت شما باشم. منم سعی میکنم که ماشین رو شما معرفی کنم، برازنده شما باشه. این ماشینی که عرض کردم خدمتتون فول آپشنه. گرم کن داره، سرد کن داره، مانیتور بزرگ داره، سنسور پارک داره، سیستم صوتیش 8 اسپیکر داره، در واقع چرم دستی داره. من در خدمتتون هستم، حالا حق انتخاب با شماست. ببخشید، من هم ماشین اولیه رو پسندیدم، سفیده. حق انتخاب با شماست. انتخابت عالی بود. هم قیمتش مناسب بود، هم کلاس داره. بعد الانم زیاد فشار نمیاد. میدونی چند سال انتظار این لحظه رو داشتم؟ حالا که قراره توی یک دو روز ماشین تحویلم بشه، اصلا آروم و قرار ندارم. هیجان دارم. حالا من یه چیزی رو بهت نگفتم، خبر نداری. چی؟ دلیل تو رو از من خواستگاری کرد. دلیل؟ آره دیگه، همون نمایشگاهیه. تا بهش گفتم جاری می و شوهر داری، بیچاره دمخ شد. چه دمخ شدنی. هر جای غریبه که میریم اغلب همینطوریه. اردلان هم که فوری حالش گرفته میشه. هر چند سعی میکنه چیزی نگی و بره، خودش هم نیاره. تو هم چیزی نگی یا بله حاضر نمیشه از اینجا خرید کنی. اوکی پرامیس. این زن و شوهر هر دوشون کم دارن ها. حالا اردلان یه چیزی گفت و قائله رو خط کنه. این پونه ساده هم باورش شد. منو کشوکشون برداشته بردی نمایشگاه، ماشین 100 میلیونی بگیره. کاش بودی میدید جل حساب نمایشگاه چجوری از خجالت آب شده. بخورسم. بیا بابا بخور. خدا کنه آخر شرطیم بیا پایین. ولی اگه اینجا تا باز با هم قرار کنم ماما رو باید نگه داریم. خدا رحم کنه خودشه. فراری هانی یه دقیقه در پنجره کارت دارم. خریدنش و بردنش. اشتباه کشتم. این کیو درست بپن. صندوق بزن. صندوق بفرمایید از خودتون پس بیرای کنیم. من وای نست رو دیگه بابا جمعه رفت بردیده ای کنم. شما حاضره بفرمایید. ممنونم. متشکرم. بفرمایید. پس اینجا ممنونم. بریم دخترم. بریم ممنون شد. اقساط 60 ماه هم بسته باشه با 20% پیش پرداخت باید ماهی 2 میلیون تومان بده. بنده خدا همش ماهی 1 میلیون تومان حقوق میگیره. اینجا بفهم تو بعد تسلی افتاده. خدا باش رحم کنه. با این اوضاعی که تو میگی بعد معجزه بشه. اگه معجزه هم نشه مقصرش ما دوتا این دیگه. مقصر خودشونن. باید مسئولیت کاراشون رو به عهده بگیرن. به حرفی که میزنی اعتقاد داری؟ تو مسئولیت کارتو به عهده میگیری؟ گرفتی؟ نه.
بگو مامان جان، بگو بازی نکن با غذات. اصلا فکرشو نکرده بودم تو این چند روزه یه نفرم واسه کپ و رنگ و مو و ناخون و هزار تا کوفت و زهرماره دیگه نیومده. حال میخوای چیکار کنی؟ چیکار میتونم بکنم؟ باید یه کاری کرد دیگه. حالا تو فعلا سواری تو بکن، منم دندم نرم، باید یه کاری بکنم پولشو جور کنم دیگه. ببخشیدا، این پیشنهاد راه حلی بود که خودت دادی. بله خودم دادم، ولی شما هم گفتین که من کمکت میکنم تو اقساطش، نگفتی؟ من که کف دستم بو نکرده بودم، از کجا میدونستم هیچکی نمیاد واسه آرایش. بعدم روزی که تو گفتی ماشینو میخرم، من برای اینکه کمکی بهت کرده باشم گفتم اوکی، قسطشو من میدم. حالا خیلی دیر نشده، اگه خیلی ناراحتی میتونی تو رستوران یه جلوی مادر و پوران و ارسلان، جلوی هر کی که تو دلت میخواد در موردش حرف بزنی. من سر قولم وایسادم، اما تو نه، همراه خوبی نبودی. من؟ بله جناب عالی، تو کم آوردی. هر موقعم که کم میاری اسم اون رستوران کوفتی رو میکشی وسط. باشه آقا اردلان، باشه، یادت باشه. چی فکر میکردیم چی شد؟ اردلان جان، جانم مادر، حالا چی کار میکنی؟ درست میشه مادر جان، شما خودتو ناراحت نکن. طلاهای منو بفروش. من طلا میخوام چیکار؟ واسه همین روزا نگرش داشته بودم دیگه. آخه اون طلا قوت قلب شماست مادر، اونا رو واسه چی باید بفروشم؟ قوت قلب من آرامش بچمه. بفروشش. شما نگران نباش، جورش میکنم مادر جان. جورش میکنم. حسن جون ببخشین یه دقیقه، یه دقیقه باید کار داشتم. راستش یه دست اندازه جلو پام درست شده که از پسش بر نمیام، حقوقی هم که از اینجا میگیرم جوابگوش نیست. بچه ها گفتن که تو یه کار دومی داری، خواستم ببینم اگه میتونی یه راه نمایی من رو بکن. خیلی گیر کردم. هر کار هستی؟ آره بابا، هر کاری باشه، هر چقدرم سخت باشه انجام میدم. از سیایی که دیگه بالاتر رنگی نیست. اصغر جون دست درد نکنه، دوتا آبدارشو گذاشت دیگه. بله دست درد نکنه، خسته هم نباشی. ببین اردلان جون، هر چی فکر کردم چه کاری واسه مناسبه، عقلم جایی قد نمید. بزن سردشه، حساب ما از بقیه جدا. ذاتن آدم اداری نیست، نمیدونیم ما به اداره تعمیل شدیم یا اداره به ما. آقا بزن سرد نشه، یادم اش قربون افتادم، از بچه‌های همین خطه، آدم خوبیه. بنده خدا واسه دیسک کمرش دکتر بهش گفته روزی 6 ساعت بیشتر نمیتونی کار کنی. من گرفتاره، درگیر زن و بچه‌شه، خرجیش زیاده. دیدم از این ور تو هم مشکلات خودتو داری، گفتم که دستتونو بزنیم تو دستم دیگه، هم مشکل تو حل شه هم مشکل اون. ولی گفته 60 شه. خب ماشین از اونه دیگه. یه چیزی هم بگم، خدای نکرده زبونم لال اتفاقی واسه ماشینش بیفته، تصادف کنی، چیزی کنی، هزینش پای گردن خودت. ببین اگه موافقی الان هر جا باشه باید بیاد دیگه. شیش صبح. یعنی کجا میره تا این موقعی صبح؟ آقا تو که میدونستی پونه عشق ماشینه، میدونستی چند بار اردلان رو زور کرده خونش رو بفروشه ماشین بخره. آقا باز چه علکی گفتی من ماشین رو بهت کادو دادم؟ اگه صاحبش از کانادا برگرده ماشین رو تحویل بگیره، اون وقت چی داری بهش بگی ها؟ تو دیگه کاسه داغتر از آش نشو، من یه حرف واسه فان زدم، اونا نباید جدی میگرفتنش. باید ماشین رو ببرم بذارم تو پارکینگ صاحبش. اگرم از همون پرسیدن چی شده، میگم آقا نداشتیم اقساطشو بدیم، فروختیمش دیگه. اینجوری شاید همه چی برگره به حال اولش. بیداری؟ ماره خیلی وقته داره زنگ بخوره. خیلی وقته. کی اومدی؟ چرا سجاد نخوابیدی؟ فکرم سجاد تو دو بود، گفتم دیگه بیدارت نکنم. من تا ساعت 3 منتظرت بودم. خب
اینقدر خسته بودن دیگه ساعت نگاه نکردم. سه بود. صبحونه چی دلت میخواد؟ تا چنده؟ بابا من دیرم شده، چیزی نمیخورم. پیشونی چی شده؟ دعوا کردی؟ با کی؟ نه بابا با قیافم به دعوا میخوره. با چی شده؟ چی بابا این راننده ناشی اتوبوس زد و ترمز سرم خورد به این میله. ببین من نمیخوام رئیس بازی در اینا. خوب گوش رو تو واکن، حواستو جمع کن. دو بار مدیر کل اومد اتاقمون، شما خواب بودی. واقعا؟ بله هر کاری کردیم بیدار نشدی. نه من نمیخواد انجام بدی. همه رو اشتباه انجام بدیم. این درصد اشتباهه. من کاراتونو انجام دادم، وگرنه آبروت رفت بلبل به باغ و جغد به ویرانه تاخته. هر کس به قدر همت خود خانه ساخته. یه ذره حواستو جمع کن. دارم همین کارو میکنم. شما اجازه بده من چته؟ چی تابلوه؟ قیافت؟ چی شده؟ چی شده؟ مصرف کارو به من بده. چی داری میگی تو بابا؟ راستشو بگو. ها؟ چیه؟ نمیخوای بگی؟ آره درست فهمیدی، حسام هم پرده به هم ریختم، کم آوردم. قول میدی به کسی نگی بهت بگم ها؟ دونم چی شده. آخه این انصافه، از صبح خروس خون تا بوق سگ کار کن، شبام تا صبح مسافر جا به جا کنی. تا که میخوای اینقدر ذلیل و خوار باشی؟ عشق، عشق کیمیاگری داره. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق. عشق نه که ایشون ماشین ورداره تو خیابون وول بخوره، شما با لکنتی تا صبح چون بکنی. این عشق طلاق میخواد. الو پوران سلام، کجایی؟ خونه ای؟ پس ماشینت کو؟ چی میگی پوران؟ پونه جون، ماشین هیچ وقت واسه آدم سرمایه نمیشه. یه دوز میتونه ظرف 5 دقیقه اون ماشینو بدزده. اون وقت تمام زحماتی که واسه خریدن اون ماشین کشیدی به فنا میره. ما اشتباه کردیم. آینده و ترقی آدما فقط تو خریدن زمین خونه است که تامین میشه. منم به ارسلان گفتم ماشینمونو بفروشیم. خب شما شانس آوردی ماشینتون دست دومه. زیاد از قیمتش نمیافته. ولی من اگه بخوام بفروشمش خیلی ضرر میکنم. ماشینم صفره، اگه نفروشمش من بدتر. میدونی پوران، همش فکر میکنم در حق عدل خیلی ظلم شده. بیچاره تا دیر وقت شبا کار میکنه. بهت گفته شبا چی کار میکنه؟ توی شرکت کار میکنه. چی کار میکنه؟ انبارداری. کجای پونه جون؟ کاش انبارداری کنه، شوهرت داره مسافرکشی میکنه. چی؟ تو از کجا میدونی؟ یه شب ارسلان بعد از کارش رفته دنبالش، دیده آقا داره مسافر کشی میکنه. اینجایی؟ صحبت تغییر کردی، اومدم توضیح بیشتری بدم راجع به تغییری که ازش خبر نداری. چه تغییری؟ گفتنش آسون نیست، ولی باید بگم. ما ماشین نخریدیم. از کادوی تولد و سورپرایزم خبری نبود. ماشین امانت دوستای ارسلان بود تو آژانس.
به جون مامانم نمیدونستم کار به اینجا میرسه. حضرت سیگار تو خاموش کن، حداقل اینجا ماشینه. مستقیم بود به ما مسافر همین خطی؟ من هیچی نیستم، یه احمقم، یه احمق ساده دل. مثل اینکه خیلی دلت بره. خاک بر سر آن خاک ساری کنن که دل به زنها بندن، با ایشان حرمت و وفا نیست. این که گفتی الان شعر بود؟ مال خودته؟ نه، یه جورایی مونتاژ کردم با وصف حالم جور در بیاد. فضولی نباشه، اما دردت چیه؟ یه هم کار کردم، جون کندم، آجر رو آجر گذاشتم، خشت رو خشت، تا بتونم یه خونه بسازم برم توش زندگی کنم، نفس بگیرم. ولی لاکردار زنم خودم رو تو خونه خودم راه نمیده. درد دیگه نه؟ خودش یه قصه هست، یه کوهه. شاید خودتون کوتاهی کردین. ها؟ خونه مال خودتونه؟ خونه رو به اسمش زدم، دوستش داشتم، عاشقش بودم، خریت کردم. ها؟ میشه دراز میشه خریت. خب حالا زنت برای چی این کار کرد؟ ببین ما مردا هر چقدر ساده ایم، همه کارامون الا وقتکی و همین جوریه. زنا با سیاستن، با دوز و کلک، همه چیشون با سیاسته، از هر انگشتشون فریب و دوز و کلک میریزه. فریب دوز کلک، فریب دوز کلک، فریب دوز کلک. سیاست داشتن زنا درست، اما اگه شما هم یکم دوراندیش بودی الان وضعیت این نبود. آدم عاشق فکر و عقل نداره، عشق با فکر و عقل جور نیست. وقتی عاشق که میشی مغزت فسفر نمیسوزونه. عاشق شدم که این بلا سرم اومد. یعنی عاشق کسی شدی که خونه تو بالا کشیده؟ این موقع شب آوارت کرده؟ مستقیم بود. حالا میخوای چی کار کنی؟ آدم وقتی میخواد یه کاری رو بکنه ته کاره رو میبینه، براش مشخص و روشنه، میدونه میخواد چی کار بکنه. ولی وقتی که عاشق میشی یعنی سراب، عشق یعنی سراب، انقدر با خودش تو رو میکشونه 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 تا غرقت میکنه. همیشه همینجوریه، از اول تاریخ همینجوری بوده، تا آخرش هم همینجوریه. من نه اولیش هم نه آخریش. طلاق میخواد، منم نمیتونم مجبورش کنم به زور با من زندگی. سیگارتو بکش. نیومد تو هم خوابت نمیبره دیگه، نمیذارم شبا کار کنه. سلام جناب سرای. سلام. خدا رو شکر سالمی، جایت که نشکسته. اصلا خودتو ناراحت نکنی، زرزیان مالی فدای سرت، خدا بهت رحم کرده. سلام. سلام. بله خدا به ایشون رحم کرده خانم، ولی ایشون به من ظلم کرده.
این ماشین خرج خانواده رو میده. اون بیچاره ها باید چی کار کنن؟ خانم محترم، این ماشین رو من یک ماه هم نیست از کمپانی گرفتم. یه دونه خال روش نبود. الان به جز خرجی که داره 80 میلیون تومان از قیمت ماشین من افتاده. من که کوتابیان نیستم. یا خسارتو میده یا میره زندان. تشریف میارید بیرون. با هم صحبت بکنه. اگه به توافق رسیدید که هیچ. اگر نرسیدید، راننده پراید میره بازداشت. فردا هم پرونده میفرستیم برای دادسرا. تکا رسولی. بله قربان. تشریف بیارید. راهنماییشون کن بیرون با هم صحبت کن. بفرمایید محبته. بفرمایید. این کی بود پیدا کردی ما رو بیچاره کرد؟ آقا تشریف ببرید بیرون لطفا. ببخشید جناب سروان، حتی اگه وثیقه هم بذاریم بازم باید بره زندان. بنزل اقل 10 میلیون خرجشه، ولی صاحبش عمون کنساست. با 70-80 میلیون نگیره بی خیال نمیشه. حالا میخواییم با این همه خسارت چیکار کنیم؟ من میگم ماشینه رو بفروشین خسارتشو بده. برفرضم که ماشین رو فروخت، نهایتش میتونیم خسارت بنز رو بده. بعدش رو چیکار کنم؟ با این همه اقساطش خسارت پراید رو چیکار کنم؟ دیگه بریدم، خسته شدم از این همه بدهی، از این همه بدبختی. دیگه نمیتونم. من تو دنیا همون خیلی با هم فرق میکنم، خیلی زیاد. من یه آدم بی پولم، اما تو یه آدم پول پرست و تجملی. من قانم، اما تو نیستی. من خوشبختی رو تو چیزایی که دارم میبینم، اما تو چیزایی که نداری. من از زندگیم راضیم، اما تو راضی نیستی. راست میگفتی. ازدواج ما از همون اولش هم اشتباه. من هر کاری کردم برای نگه داشتن این زندگی، اما آخرش هم به حرف تو رسید. سعادت ما برای آینده از هم جداست. من تو رو خیلی دوست داشتم، الانم دارم، اما فقط منم که دوست دارم. عشق و دوست داشتن برای خوشبختی لازمه، اما کافی نیست. نه حرفای خودته، یادت که نرفت؟ دوست داشتی؟ اگه دوست داشتی که پیشنهاد طلاق نمیدادی، که دادی. اگه دوست داشتی که منو مجبور نمیکردی واسه نگه داشتن زیر بار یه بدهی سنگین برم، که رفتم. من قبول کردم، باشم وایستادم، تا آخرشم جنگیدم، اما نشد. یه کم آورد. دو نفر که با هم ازدواج میکنن تو آخر عمر پشت همه، نه اینکه خودشون یه کاری بکنن که پدر هم دیگر رو در بیاره. این دوست داشتنه؟ منو دوست داشتی؟ تو اصلا میدونی خودخواهی یعنی چی؟ اصلا با این واژه آشنایی؟ ببین اردلان، من با بیپولی تو مشکل نداشته و ندارم، فقط با بیپول موندنت برای همیشه مشکل دارم. این راهی که تو میری امیدی توش نیست. تو برای تغییر زندگیمون هیچ تلاشی نمی کنی. تو اهل ریسک نیستی، ولی من هستم. ازت یه سوال میپرسم، تو برای چی به این دنیا میای؟ که زندگی کنی یا مردگی؟ ها؟ خونه، تو رستوران با من قرار گذاشتی که از من طلاق بگیری، درسته؟
باشی. خیلی خوب. من الان موافقم. از نبودنت، ندیدنت، نداشتنت، چه دل خورم عزیز دل، کنار من بمون نرو، که میبرم به من نفس، بده که دم بدم از این هوا برم. ساعت ها دقیقه ها شبا روزای پرز دل بره عزیز دل، دلم گرفت تو نیستی و دلم پره تو هر نفس که میکشم هوای تو، داره دلم صبورم و چه خالیم چه دوری و چه عاشقم. مادر جان به خدا این چیزایی که دارم میگم فقط به خاطر خودته، حالا که پونه نیست چند روزی برو پیش ارسلان، بذار پوران ازت مراقبت کنه. اینجا رو بعد تو یه ماه دیگه به خریدار جدید تحویل بدم، تعهد کردم. اونجایی هم که دارم میرم خیلی کوچیکه، خیلی هم راش دوره، اذیت میشه. برو پیش ارسلان، خونم پسرته، با من چه فرقی داره؟ با پوران نمیتونم، میمیرم. نه قربونت برم، مادر قدمت رو جفت چشام، من فقط راحتی تو رو میخوام. غلط کردم، غلط کردم. سام، مامان چایتو بخور. نمیخورم. چرا بابا، مگه با ما قهری؟ خانمون گناه داره دیگه، زنم طلاق گرفت رفته، شما این خیالتون نیست، همیشه هم تقصیر شما دوتا. چرا تقصیر ماست؟ فهم کنی من بچه هم نمیفهمم. مامان میگه تقصیر تو، تو هم میگه تقصیر این، تقصیر دوتا تونه، من میگم شما بودار. سام، سام، چی کنه میگی؟ هر سلام برادر ما چه داریم هست زهور میگی؟ داخل یه همکاری کوچولو دیگه با من بکنین دیگه. بابا حداقل پوران هفته یه بار بیاد ببره مادر همون. بابا که حرف زهور که بهت نمیزنم که. داداش من چرا شلوغش میکنی آخه؟ پوری بنده خدا که حرفی نداره، مادره که باش نمیسازه، خودت که میدونی. بابا راضی کردن مادر با من. خیلی خوب، راضی کردن پورانم با من. باشه دیگه، دست در نکنه. باش، خداحافظ. خداحافظ. آقای شهیدا، اگه کمکی از دست من برمیاد تعارف نکنید، خوشحال میشم کمکتون کنم. دست شما درد نکنه خانم، خیلی ممنون، راضی به زحمتتون نیستم. منم حاضرم اگه بتونم کاری انجام بدم، زحمتی نیست، وظیفه انسانیه. خواهش میکنم خانم، دست شما هم درد نکنه، خیلی ممنون. راه حل اینه که ما برای شهیدا دست بالا کنیم. مشکل مادرش یه طرف قضیه است، شهید شام نمیخواد، نهار نمیخواد، رفت و روب نمیخواد، اوتو شستشو نمیخواد، کمدم میخواد. قربونت برم. من بابای خالبم بدم میاد. شیطون. چای من بوده. چی شده؟ چی کشیده این پونه از دست مادر جون؟ والا حق داشت، جونشو برداشت در رفت. دو ساعت دارم نیلی به لالش میذارم، حموم بردمش،
قربون صدقش میرم، اون بجاش چیکار میکنه؟ یه سری به من ناسزا میگه. من این دفعه رفتم ولی دیگه نیستم. یه فکری براش بکنید. عزیزم آروم باش، ذره تحمل کن. این دو تا آشتی میکنن، برمیگردن سر خونه زندگیشون. اون وقت ما بده میشیم اینجا. اوه کجای کاری، مثل که خبر نداری یا؟ دلته؟ میشناسمت، میدونم که نیست. حرف دلش نیست. من که خیلی خوشم اومد. اگه پونم رضایت بده دیگه حله. حالا که دوتایی تنها شدیم بگو برنامه چیه؟ برنامه چی؟ برنامه زندگی دیگه. برنامه تو سن و سالی نیست که باری به هر جهت باشی و زندگی تو مف ببازی. سنت که بره بالا نه میتونی انتخاب کنی نه انتخاب میشی، نه به عشق میرسی نه به تفاهم. باید تجدید فراش کنی. اگه مامانت در رو ویلچر بیفته چی میشه ها؟ میخوای بحرانای رویت حل شه، تجدید فراش کن. رئیس جان نه حالشو دارم نه حوصله‌شو. از همه مهمتر پوله که اونم ندارم. وضع احوال روحیم هم که می‌بینی دیگه داغونه داغونه. موردی برات پیدا می‌کنم که با پولشون اشباط کنن. ماشین مدرسه سوارشون نگاه کنی همه رو. اینجوری نیست که، فقط مسئله روحی میمونه که این دیگه به خودت ربط داره. اگه میخوای زن اولت برگرد و مصیبت از اول شروع بشه دیگه. نه اون اصلا اون که نه، نه خودش دیگه میخواد برگرده بلکه من میخوام برگرده. نه خب پس خودتو تو قبرستون گذشته دفن نکن، باینده فکر کن، امید داشته باش. امید شفا نمیده ولی درد و قابل تسکین میکنه. اگه خودت نمیتونی من هستم، نه موردم که، درست رئیستم ولی رفیقتم هستم. تو فک و فامیل من پر از دختر مجرد و خوشگله، همین دختر خواهر زنم. اگه اونم نپسندیدی باز موردهای دیگه هست، نجیب،
خفیف خانوم خوشگل خاندان قرمه سبزی درست میکنم انگشت دادم تو میخوری اصلا مهم تا پول دار ولی اول باید بریم دختر خواهر زنم رو ببینیم میدونی خودت دیگه اون مهمتره اول شیدا جان از خود بپذیری؟ جسارتن خدمتون عرض کنم که این یه مجلس خواستگاری نیست مجلس معارفه است آقا شیدا هم همکار من هم دوست باوقارم فرشته جانم که دیگه عزیز ماست من خواستم این دوتا هم دیگه رو ببینم با هم صحبت کنم به تفاهم که رسیدم آقا شیدا با خانوادش حتما تشریف میارم برای خواستگاری دست درد نکنم این بود اصل مطلب دیگه بله شما لطف دارین آقا محسن محبت کردین دست شما درد نکنم ایشون فرمودید از همکارتونن مثل شما کارمندن دیگه بله همکار من هستن ایشون حقوقش هم قدی شماست قد حقوق نه عزیزم محسن رئیس دبیرخونه است ایشون هم کارمندشون هستن قطعا حقوقشون یکسان نیست تو رو خدا فریده جون یه وقت به خودت نگیری یا ولی این دور زمونه زندگی کارمندی خیلی سخته فریبا این چه طرز حرف زدنه آدم بهش بر میخوره ما هم زندگیمون کارمندیه ایرادش چیه یه وقت به شما جسارت نباشه میبخشید بچه ما که از سر راه نهی بردن فریده جون هزار جور امید و آرزو داره بعدم هزار جور خواستگار داره دکتر، مهندس، دانشجو از هر طبقه که بگی از هر انگشتش هم یه هنر میباره دکتر؟ دستم که نمونده بره برگرده با هزار تا حسرت آرزو به دلش چشم که به چشم تو افتاد دیدم این عزادارا و مصیبت میدارا نشستی داشتم از خنده میمورد مونده بودم چشمی جا به خنده ولی لازم بود ما باید از این مرحله میگذشتیم حالا دیگه میتونیم در مورد اون کیسی که باید صحبت کردم فکر کنیم شب شد چون بکشی؟ پس پونه چی؟ بایی قبول بیا تا الان میومد دیگه هدف شما از ازدواج چیه؟ هدفی ندارم یعنی فکر میکنم یه جورایی خودم هم تومه هدف یکی دیگه شدم نمیفهمم حق دارید اصلا حالا شما چرا میخواین ازدواج کنید؟ منم تابع خانوادم هم چون اونا میخوان منم قبول کردم هم بله ظاهرن هیچ کدوم اون نظر جدی واسه ازدواج نداریم یه جورایی به خاطر اطرافیانمونه که اینجا نشستیم چیکار کنیم حالا؟ شما نظر بدیم والا من هیچ مهارتی ندارم تو این شرایط نمیدونم این چی باید بگم اگه شما نظرتون مثبت نیست میتونیم یکی از ما دو نفر جواب منفی بدیم و قائله رو ختم کنیم یا اینکه چی؟ یا اینکه راه حل اول من گفتم راه حل دومم شما بگید حتی اگر برخلاف خواستتون باشه؟ اگه راه حلتون انسانی و منطقی باشه ضرری توش نیست میشه راه حلی براش پیدا کرد ولی واقعا مگه چاره دیگه هم هست من به خاطر خانوادم محدودیتایی دارم که نه نمیتونم بگم
شما چرا چاره دیگه نداری؟ کارم تموم نشده. شیدا جان. دلخ جانم. ببخشید. به من ربطی نداره. زندگی شخصی خودته. ولی یه سوال برام پیش اومد. جان، تو این دختر خانم ناظری می‌خوای ازدواج کنی؟ آره. حتما عزیزی بابت این کار ازت پول خواسته. و چه فرق میکنه؟ فرق میکنه دیگه. حتما بهت گفته دختره ماهی داره، پول داره، چند دهنه مغازه داره. آره گفته؟ آره. دیگه چی نداره. با تنابه عزیزی تو چه نرو. قبلا هم تو شرکت سر امیر سالار جعفری این حرکتو پیاده کردن. قضیه لو رفت، اونم جا زد. ولی آخه من که پول اون دختره برام مهم نیست، اصلا من بهش چشم داشتی ندارم. من فقط انسانیت و شخصیت اون دختره برام مهمه. هر دلن جان، وظیفه شخصی دوستانه من بود بهت بگم، خودت میدونی. ان شاءالله که خوشبخت بشی. کس راضی نیست. مامان شهری اصلا حال هوای خوبی نداره. ایکاش اینقدر لحچ باز نبودی دختر. نمیتونم کسی رو جای تو ببینم. کاش اصلا اینجا نیومده بودم. بسم الله الرحمن الرحیم. زوجت و موکلتی شرار خانم موکلت جناب آقای اردلان، آیا به من وکالت میدهی تا شما را به عقد دائمی جناب آقای اردلان شیدا در برابر یک جلد قرآن کریم و یک دست آینه و شمدان و 114 عدد سکه بهار آزادی درآورم؟ عروس رفته گل بچینه. بسم الله الرحمن الرحیم. سرکار خانم شراره نازنی، عروس خانم، آیا به من وکالت میدهید تا شما را به عقد دائمی جناب آقای اردلان شیدا در برابر یک جلد قرآن کریم، یک دست آینه و شمدان و 114 عدد سکه بهار آزادی در بیارم؟ آقا اردلان ببخشید، یک دقیقه با آقای اردلان شیدا کار داشتم، واجبه. ببخشید، میشه جسارتاً دو دقیقه اینجا باشن، عقد جاری باشه بعد بیان خدمتتون؟ حالا برمیگردم. اردلان تو اینجا چی کار میکنی؟ همه یه کارات عجیب غریبه. من اشتباه کردم، حق با تو بود. حالا تصمیم همیشه دیر به نتیجه میرسی. دیر یا زودش مهم نیست، مهم اینه که کاری بکنیم که خواسته دل هر دومون باشه. با این جماعت چی کار کنم؟ چی بهشون بگم؟ چی داری میگی تو؟ من دوستت دارم، من دیگه هیچی نمیخوام، فقط خودتو میخوام، فقط خودتو. ولی من اینطوری فکر نمیکنم. ولی واقعا دیگه دیره. اگه هنوز ته دلت یه ذره دوستم داری، اگه میخوای چیزی رو به هم ثابت کنی، الان وقتشه. این خانم کیه؟ من زن سابقشم. منم زن آیندهشم. گذشته ها گذشته. یعنی چی گذشته ها گذشته؟
زنش نمیخواد برگرده به زندگیش. کسی مایهشو نداره با آبروی خانوادگی ما بازی کنه. اگه جونش سیر شده باشه. ببخشید جسا یه لحظه خواهش شد. شما آروم باشه. بیا. ببخشید. آبروی منو برده بیا. من دیگه کجا می‌ذاری بین این همه آدم جای حرف زدن؟ آبروی منو برده. چرا داری این کارو میکنی؟ چی کار کردم؟ ما این همه مجلس رو به خاطر تو گرفتیم دیگه قربونت برم. خب چی کار کردم مگه من؟ چی کار نکردی؟ آخه چه بساطیه به پا کردی آخه؟ برو بابا. چی داری میگی تو؟ نمیخوام اصلا زن بگیرم بابا جون. زنم رفته بود الان برگشته. دیگه نمیخوام زن بگیرم. رسانه همه چیه پای خودم. دل پر عزیز دل دلم گرفت تو نیستی.